فقط خبر. گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. سخنان بی سابقه وزیر اطلاعات ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای. علوی میگوید اگر مجبور به ساخت سلاح اتمی بشویم تقصیرش به گردن دیگران است. واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کووید 19 رو آغاز میکنیم. آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران. وزارت بهداشت میگوید تا پایان امسال 1,300,000 نفر واکسینه میشوند. یک قدم تا تبدیل سنای آمریکا به دادگاه ترامپ. سناتورها قانونی بودن محاکمه رئیس جمهوری پیشین را به رأی می‌گذارند. و فضاپیمای پژوهشی امارات امروز وارد مدار مریخ می‌شود. سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در سخنانی بی سابقه گفته اگر کشورش به سراغ تسلیحات هسته‌ای برود مقصر کسانی هستند که ایران را به چنین کاری وادار کردند. همزمان یک گزارش سازمان ملل متحد به رسانه‌ها درس کرده که میگوید ایران و کره شمالی همکاری برای توسعه موشک‌های دوربردشان را از سر گرفتند. آمریکا و کشورهای غربی میگویند بعضی موشک‌های بالستیک ایران قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارند و آنها را مغایر قطعنامه شورای امنیت می‌دانند. با این حال محمود علوی گفته ایران در شرایط عادی برای ساخت چنین سلاح‌های برنامه‌ای ندارد. صنعت هسته‌ای ما صنعت صلح‌آمیز مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض خدمتتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو عرض حرام می‌دونه. اما عرض خدمتون یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناییست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلا چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره. سخنان محمود علوی بود که دیشب از تلویزیون ایران پخش شده. این در حالی که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران بارها از جمله در پاییز سال گذشته استفاده، ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای رو حرام قطعی اعلام کرده. ما قاطعانه شجاعانه با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. کالایی رو انسان، محصولی رو بسازه که نمیتونه او رو به کار ببره، باید همونجا بمونه، یعنی حرام قطعا. یعنی اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای میداشتیم معلوم بود که هرگز امکان نداشت اون رو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه طبق موازین اسلامی. خب چیزی که حرامه چرا انسان خرج کنه بسازه؟ چرا خرج کنه نگه داره؟ چون نگهداریش هم خیلی خرج داره. اینا که دارن هزینه زیادی مصرف میکنن فقط برای نگهداریش. آیت‌الله علی خامنه‌ای بود. اما حالا برای بحث بیشتر حسین آریان به ما پیوسته، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل بریتانیا. آقای آریان، آیا فکر میکنید شاهد تغییر روند یا رویه یا سیاست مسئولان جمهوری اسلامی هستیم با این صحبت ها؟ فکر نمی کنم از اون نظر شاهد تغییراتی باشیم، ولی از منظر سیاسی من فکر میکنم که حرفای وزیر اطلاعات سه تا نکته داره. یکیش این که واقعا ایشون و دیگر مقام های جمهوری اسلامی دارن ارجحیت میدن به عامل زمان در ارتباط با برجام، میگن که وقت زیادی برای حفظ برجام نمونده و میخوان که دولت بایدن هرچی زودتر بیاد وارد میدان بشه. ولی میدونیم که مثلا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه گفته که اول باید ایران به تعهداتش پایبند باشه، این برجام را اجرا بکنه، ما این مسئله را ارزیابی خواهیم کرد و همه اینا زمان میبره. این حرفا یکی در ارتباط با این هست
که دارن هی تکیه میکنن که هرچه زودتر آمریکا این کار رو بکنه که نخواهد کرد. و نکته دیگر هم برمیگرده به تهدیدات نظامی که از سوی اسرائیل شده، دارن به اون تکیه میکنن و دارن پیام میدن به اسرائیل، برای اینکه رسما آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و همینطور وزیر امور شهرکسازی اسرائیل گفتن که هیچ راهی اصلا وجود نداره، برجام را قبول نداریم، باید به ایران حمله نظامی بشه. و از همین صحبت‌های آقای علوی مسئولان اسرائیلی قطعا استفاده خواهند کرد برای اینکه اون رو تهدیدی می‌بینند و عملا در جهت اون چه که خودشون میگن که ایران در نهایت در جهت ساخت سلاح هسته‌ای داره حرکت میکنه. خب به هر حال استفاده خواهند کرد و بارها گفتند اسرائیلی‌ها که اون چرا که داره ایران انجام میده، یا دو تا سایتی رو که اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که مشکوک هست فعالیت‌هایی در اونجا صورت گرفته، به هر حال در این ارتباط همیشه این جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی رو برای دسترسی به سلاح هسته‌ای در نظر دارن. این حرفا هم کمک میکنه، ولی بیشترش به باور من در این برهه زمانی از طرف وزیر اطلاعات در ارتباط با همون عامل زمان هست، دارن تاکید میکنند و در این حال به اسرائیل هم دارن هشدار میدن که اگه به ما حمله بشه، تاسیسات ما رو از بین ببرید، ما رو مجبور میکنید که ما بریم به طرف سلاح هسته‌ای. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبری ما. در ایران واکسیناسیون کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه شروع شده. اولین نفری که این واکسن رو دریافت کرد فرزند وزیر بهداشت ایران بود. گفته شده اولویت دریافت واکسن با کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان هاست که با بیماران مبتلا به کرونا در تماس هستند. همزمان یک مقام بهداشتی گفته ایران واکسن بریتانیایی استرازنکا را هم وارد می‌کند، اما از کره جنوبی. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. لحظه تزریق اولین واکسن کرونا در ایران. در حضور وزیر بهداشت این کشور، واکسن روسیه اسپوتنیک وی به فرزندش تزریق می شود. اقدامی که خود او می گوید برای اطمینان بخشیست. ما آغازگر باشیم برای اعتماد. رئیس جمهوری ایران هم برای تزریق واکسن اعلام آمادگی کرد. خود من آمادم اولین فردی باشم که این واکسن رو تزریق به بدن من بشه، برای اینکه مردم ما بدونن اگر ما چیزی رو اعلام میکنیم بهش ایمان داریم. بعد از پسر آقای نمکی نوبت به کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها رسید، کسانی که در صدر فهرست اولویت‌ها هستند. غیر از تهران واکسیناسیون در شهرهای دیگر هم شروع شده، از جمله در عراق، کرمانشاه و اینجا در قم. یکی از مسئولان واکسیناسیون در آذربایجان غربی میگوید بین تزریق دوز اول و دوز دوم واکسن 21 روز فاصله است. 870 دوز رو برای در واقع 435 نفر امروز آغاز کردیم که هم در استان در آذربایجان غربی اتفاق خواهد افتاد. دوز اول رو بعد از اینکه زدیم، دوز دوم بعد از 21 روز اتفاق خواهد افتاد. بناست روزانه 1000 نفر واکسن دریافت کنند. قرار است ایران غیر از روسیه از منابع دیگر هم واکسن تهیه کند، از جمله واکسن آسترازنکای آکسفورد از کره جنوبی، واکسنی که فرمول ساختش در بریتانیا تهیه شده. آیت الله خامنه‌ای پیشتر ورود واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرده بود. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اما گفته آسترازنکا علاوه بر بریتانیا در بلژیک، روسیه، هند و کره جنوبی هم تولید می‌شود. گفته ایران از طریق سبد کوواکس بیش از 4 میلیون دوز از کره جنوبی در هفته‌های آینده وارد می‌کند. بعد از کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها، اولویت دریافت واکسن با کادر درمان است و بعد خانه‌های سالمندان و افراد بالای 65 سال. اما مشخص نیست مهاجران افغانی که دهه‌ها در ایران زندگی کردند و سالمند هستند، یا در ایران به دنیا آمدند اما شناسنامه ایرانی به آنها تعلق نمی‌گیرد، در اولویت‌ها قرار می‌گیرند یا اصلاً واکسنی گیرشان می‌آید. پرهام قبادی، بی بی سی.
وزیر اطلاعات ایران میگوید عامل تدارک ترور محسن فخریزاده از اعضای نیروهای مسلح بوده. محمود علوی گفته وزارت اطلاعات از 2 ماه قبل درباره برنامه‌ریزی این سوءقصد هشدار داده بود و 5 روز قبل هم از منطقه انجام عملیات مطلع بوده، اما اجازه کار امنیتی در حوزه نیروهای مسلح را نداشته. محسن فخریزاده چهره ارشد بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود که گفته می‌شد اهداف نظامی داره. او حدود 2.5 ماه پیش در منطقه دماوند در شمال تهران کشته شد. همکارم پویا ماهرویان اینجا در استودیو با من هست. پویا، به نظر می‌رسه که آقای علوی عملاً یک پازل رو سخت‌تر و پیچیده‌تر هم کرده. بله، ولی لحاظی هم یک قطعه دیگه به این پازل اضافه می‌کنه. یعنی ما الان می‌دونیم که کسی که میگن عامل نفوذی بوده یا کسی که تدارک این ترور رو دیده عضو نیروهای مسلح بوده، مشخص نمی‌کنه در هنگام ترور همراه با تیم محافظه آقای فخری زاده بوده یا نه، ولی گفته میشه یک تیمی، بعضیا میگن تو ماشین آقای فخری زاده بوده اون محافظاش، بعضیا میگن ماشین پشت سری محافظا بودن. اینو آقای علوی داره میگه که عضو نیروهای مسلح بوده. و چیز دیگه که آقای علوی میگه در این مصاحبه که بسیار مهمه اینه که ما اجازه نداشتیم وارد اون حوزه امنیتی بخش سپاه بشیم، چون آقای فخری زاده عضو نیروهای مسلح بوده و حفاظت از نیروهای مسلح در اختیار سپاه انصارالمهدیه و حوزه سپاه یا اطلاعات سپاه و ما نمیخواستیم وارد بشیم. این دوباره اضافه میکنه به اون رقابت بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که دو نهاد موازی‌اند در بین چندین نهاد اطلاعاتی امنیتی دیگر. از این رقابت‌های درون نهادی یا نهادهای موازی در جمهوری اسلامی بسیار شنیدیم. ریشه اینها چی میشه و به کدوم سمت داره میره؟ ببینید، اشراف اطلاعاتی و یا نفوذ امنیتی قدرت میاره برای هر کشوری، هر نهاد اطلاعاتی. فقط اینجا مشکلی که دو جمهوری اسلامی هست اینقدر تعدد اینا بالاست و اینقدر این رقامت بالا گرفته اینکه قدرت رو دارن علیه همدیگه استفاده میکنن. یعنی جایی که سازمان اطلاعات سپاه میاد این قدرت اطلاعاتی داره، این اشراف امنیتی داره، میاد برای ضربه زدن به دولت، میاد حتی به نزدیکان رئیس جمهور یا به معاون اول رئیس جمهور هم نزدیک میشه، یا این رقابت رو میبرن این که کی مثلا فلان مخالف جمهوری اسلامی رو روبوده در عراق میاره و از اون طرف مثلا وزارت اطلاعات میره آقای شارمهد رو مثلا برمیداره میاره ایران. این رقابت به جایی داره میرسه که کاملا دارن رو در روی همدیگه قرار میگیرن و هیچ کدوم از این نهادهای اطلاعاتی به هیچ سازمان یا نهاد انتخابی در واقع پاسخگو نیستن، چون همه اینها نهایتاً در اختیار آقای خامنه‌ای. حتی وزیر اطلاعات با اینکه وزیر دولت پیشنهاد دولت باید مورد تایید آقای خامنه‌ای باشه و این تعدد و رقابت باعث شده که وضع اطلاعاتی تا جایی پیش بره که وزیر اطلاعات میاد میگه ما هشدار دادیم و اینا توجه نکردن و یکی از مهره‌های و نیروهای بسیار مهم صنعت هسته‌ای ایران رو ترور کردن. ممنونم از تو پویا ماهرویان، همکارم اینجا در استودیو. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای ما. گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه‌ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. وزیر اطلاعات ایران میگوید اگر این کشور مجبور به ساخت سلاح اتمی شود تقصیرش به گردن دیگران است. واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کووید 19 رو آغاز می‌کنیم. با آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران وزارت بهداشت گفته در کمتر از 2 ماه 1,300,000 نفر را واکسینه می‌کند. در ادامه این برنامه، فضاپیمای پژوهشی امارات سرانجام وارد مدار مریخ می‌شود. امروز در آمریکا روند استیضاح رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در کنگره از سر گرفته میشه. مجلس نمایندگان آمریکا آقای ترامپ رو در آخرین روزهای ریاست جمهوریش استیضاح کرد و حالا مجلس سنا باید طی روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا او را محکوم کند یا نه. این مرحله در آمریکا رسما محاکمه رئیس جمهوری سابق خوانده میشود. مجلس سنا در حال حاضر به طور مساوی بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تقسیم شده و محکوم شدن دونالد ترامپ به رأی 2/3 سنا نیاز دارد. کامیز فتاحی از ساختمان کنگره در واشنگتن با ما هست. کامیز، کمی به ما بگو که امروز سوال اساسی یا حرف اساسی در مجلس سنا چه هست؟ نمایندگان راجع به چه صحبت خواهند کرد؟
سنا یا به اصطلاح دادگاه آقای ترامپ 4 ساعت دیگه در واقع تشکیل جلسه میده و این به حال صحبت این هست که آیا این دادگاه صلاحیت داره در این پرونده و میخواد آیا روند محاکمه رو شروع بکنه یا نه. بنابراین رأی گیری اول که حدود 4 ساعت هم بعد از وقت بحث دارن اینها این هست که آیا این دادگاه اصلا باید شکل بگیره یا نه، که به احتمال بسیار زیاد بنابر رأی جناحی و حزبی این به حال جلو خواهد رفت و تصویب خواهد شد و بعد از اون در روزهای آینده یک چارچوب زمانی مشخصی رو روش موافقت کردن به این صورت که در طی 2 روز بعد باید بیان و دو طرف استدلال‌های خودشون رو بیان بکنن و بعد از این باید تصمیم بگیرن که آیا میخوان هیچ شاهدی رو احضار بکنن یا نه، که دفعه قبل اگر خاطرتون باشه استیضاح دفعه اول آقای ترامپ هیچ شاهدی احضار نشد، جمهوری خواهان جلویش رو گرفتن و به حال بعد از اون به سمت خاتمه این محاکمه خواهند رفت. اون تا امروز اینجا در سنایی که حالا در دست دموکرات‌ها هست با اختلاف فقط 1 رأی قراره که گام اول برای در واقع آغاز روند محاکمه آقای ترامپ به اتهام تحریک به شورش مرگبار روز 6 ژانویه رو بردارند. و کمی برامون بگو که به هر حال دموکرات ها در این قضیه با توجه به اینکه خودشون هم احتمالا میدونن که رأی نخواهد آورد چه به دست میخوان بیارن با این جلساتی که در چند روز آینده برگزار میشه؟ خب به هر حال طرفداران حزب دموکرات و خیلی ها در آمریکا میخوان که این برگزار بشه، چرا که میگن که اگر استیزان از نظر اونها جرم بزرگی به هر حال انجام شده و باید این رئیس جمهوری سابق بیاد و پاسخگو باشه و به هر حال برای حزبی مثل جمهوری خواه که رئیس جمهوری از این حزب 2 بار استیضاح بشه در حالی که سابقه نداشته در تاریخ آمریکا، به هر حال این خودش از نظر خیریه ها یک رسوایی به حساب میاد، یک ضربه به این حزب زده میشه از نظر اینها. ولی به هر حال با توجه به اینکه دموکرات ها حداقل این رو میخوان که 17 رأی جمهوری خواه رو داشته باشن برای اینکه در نهایت بتونن آقای ترامپ رو محکوم بکنن، این رو ندارن، اما پروسه براشون مهمه، هم از لحاظ اصولی و ارزشی و هم از لحاظ سیاسی میخوان انجام بشه. اما دو طرف در یک مورد حداقل اجماع دارن، اینکه این پروسه هر چه سریعتر انجام بشه، چرا که به خصوص برای دولت آقای بایدن که سخت در تلاش مهار ویروس کرونا و نجات اقتصاد آمریکاست این مسئله یک مقدار شاید مسئله‌ای نباشه که بخواد روش خیلی تمرکز کنه و خودش رو کنار کشیده و کنگره آمریکا میخواد به مسئله بسیار مهمتری برسه، اما اصرار دارن که این انجام بشه. جمهوری خواهان هم هر چند خیلی هاشون این رو خلاف قانون اساسی آمریکا میدونن، اونها هم رضایت دادن که انجام بشه اما هر چه سریعتر. ممنون آزاد کامبیز فتایی از ساختمان کنگره با ما. در ایران نیما قاسمی نویسنده و پژوهشگر فلسفه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده. بر اساس گزارش‌ها آقای قاسمی عصر دیروز در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. آقای قاسمی فارغ التحصیل دکترای فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است و مقالاتی را در مجلات مختلف منتشر کرده. صبح امروز در ناحیه 5 شهر کابل در جاده باغ داوود 4 نفر از کارمندان وزارت انکشاف دهات افغانستان به دست افراد مسلح ناشناس کشته شدند. همزمان در ناحیه 16 شهر کابل هم 1 خودرو با بمب منفجر شد. در این حادثه 1 نفر مجروح شده. در تخار هم شماری از مردم در اعتراض به قتل‌های هدفمند دست به اعتراض زدند. نسرین نوا گزارش می‌دهد. اعتراضی که از دیروز تا کنون خاموش نشده. مردم در ولسوالی رستاق تخار در مقابل فرماندهی پلیس خیمه تحصن برپا کردند پس از قتل اسلام الدین مبارز ورزشکار محلی. معترضان برای دولت ضرب العجل تعیین کردند تا گروه های مسلح غیر مسئول محلی را خلع سلاح کند. ما از کماندانی امنیت از جناب ارسوال سه تا ساعت 12 بجه برشان وقت این میکنم که عاملین قتل و قاتلین هرچی آجل به پنجه قانون تسلیم کنه در غیر از او ما یک قسم حکومت معلی به کفایت که نمیتونه تامین امنیت برای ما بکنه کار نداره.
این ورزشکار روز قبل هنگامی که از خانه به محل کار می رفت توسط افراد مسلح ناشناس ترور شد. پلیس گفته دو نفر را به این اتهام بازداشت کرده و سه نفر فراری است. با این حال صدای اعتراض مردم از دیروز تا کنون برای ساعتها در مقابل کوتاهی مسئولان امنیتی بلند بود. در پایتخت هم صدای ترور و انفجار بلند است. دو حادثه در یک زمان با اهدافی مختلف. 4 نفر از کارمندان وزارت انکشاف دهات به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدند. قربانیان این رویداد ریاض احمد خلیل سرپرست ریاست انکشاف دهات در ولایت میدان وردک و 3 نفر از همکاران او بودند. در ناحیه 16 در منطقه 4 راهی ملی بس نیز یک خودروی لنکروزر هدف انفجار مین قرار گرفت. 1 کشته. وزارت امور خارجه با نشر اعلامیه‌ای گفته هدف این انفجار خودروی این نهاد بوده و در نتیجه این رویداد راننده این خودرو کشته شده. در اعلامیه وزارت خارجه عواقب و مسئولیت این گونه رویدادها به طالبان و حامیان آنها نسبت داده شده. طالبان تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده. در غرب کشور هرات هم 4 محافظ راه آهن خاف هرات امروز در انفجاری کشته شدند. در ماه‌های اخیر با وجود جریان مذاکرات میان دولت و طالبان، انفجار مین‌ها و ترورهای هدفمند در افغانستان به خصوص در شهرهای بزرگ این کشور به گونه چشمگیری افزایش داشته. گزارش کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی انفجار مین و ترورهای هدفمند دست کم 2000 نفر کشته و 3000 زخمی به جا گذاشته. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. چند خبر کوتاه. شرف‌الدین امام‌اوف سفیر پیشین تاجیکستان در افغانستان در 65 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. علت مرگ این دیپلمات اعلام نشده. آقای امام‌اوف حدود 12 سال سفیر تاجیکستان در افغانستان بود و حدود 4 ماه پیش از این مقام کناره گرفته بود. او پیشتر استاد تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان بود. او همچنین از مؤسسان جنبش مردمی رستاخیز در تاجیکستان بود. در انگلستان تا 10 سال زندان در انتظار مسافرانی است که اطلاعات نادرستی درباره بازدیدشان از کشورهای فهرست قرمز کرونا ارائه کنند. وزیر بهداشت بریتانیا همچنین گفته متخلفان از قوانین قرنطینه تا 10,000 پوند جریمه می شوند. این قوانین برای ساکنان انگلستان و ایرلند شمالی است که اخیراً به 33 کشور خاص سفر کرده باشند. دولت گفته هدف از این مقررات جلوگیری از شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا در انگلستان است. امروز روزی تاریخی برای امارات متحده عربی است، چرا که فضاپیمای عمل یا امید 7 ماه بعد از پرتاب در مدار مریخ قرار می‌گیرد. سرنوشت این عملیات به 7 دقیقه گره خورده. در طول این 7 دقیقه سفینه باید با زاویه و سرعت حساب شده وارد مدار شود. خبرنگار علمی بی بی سی ربکا مورل گزارش می‌دهد. یک لحظه تاریخی برای امارات متحده عربی، وقتی تابستان گذشته اولین فضاپیمای این کشور به اسم عمل که به معنای امید است راهی فضا شد. حالا تقریبا به مقصد خود نزدیک شده، ولی چالش اصلی برای سفینه عمل قرار گرفتن در مدار سیاره مریخ است. سفینه باید با سرعت و زاویه‌ای حساب شده به مریخ نزدیک شود. اگر اشتباهی رخ دهد تمام عملیات شکست می‌خورد. ما نمیخوایم که سفینه با سطح سیاره برخورد کنه یا برعکس کمانه کنه و از مریخ دور بشه. باید خیلی حساب شده عمل کنیم. سفینه عمل قراره بهترین نما رو از مریخ به ما بده. این سفینه در یه مدار بیضی شکل دور مریخ میچرخه. در این مسیر وقتی که به مریخ نزدیک میشه از فاصله کم از بزرگترین دهانه آتشفشانی منظومه شمسی عکس میگیره و در ادامه مسیر وقتی از مریخ فاصله میگیره از دور تمام سیاره رو میبینه. این یعنی دیدن تمام مریخ با جزئیات ریز و درشتش. این سفینه با مطالعه جو سیاره مریخ به دنبال پاسخ به این سوال اسرارآمیز است، اینکه چطور مریخ که روزگاری مثل زمین آب در آن جریان داشته امروز به بیابانی بیاب و خشک تبدیل شده. امارات تاکنون فقط ماهواره به فضا پرتاب کرده، ولی رساندن سفینه به مدار سیاره سرخ دستاورد بزرگی خواهد بود.
نمیتونم احساسمو بیان کنم از اینکه این اولین سفینه از منطقه ماست که به جایی میرسه که قبلا انسان به اون دست پیدا نکرده. نمیتونم تصور کنم که سفینه در حال چرخیدن به دور سیاره‌ایه که ما اون رو فقط مثل یه نقطه صورتی در آسمان میبینیم. هیچ وقت فکرشم نمیکردم که این ممکن بشه. این سفینه فقط یک فرصت برای قرار گرفتن در مدار مریخ دارد. اگر موفق شود، رویداد تاریخی خواهد بود که امارات را در گروه قدرت‌های فضایی قرار خواهد داد. ربکا مورل، بی بی سی نیوز. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. پیش از خداحافظی باید بگم که تازه‌ترین خبرها را در مورد همین سفینه امید امارات متحده عربی و همینطور تازه‌ترین خبرهای دیگر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس bbc.persian ببینید. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.